حسین پرنیا آهنگساز همراه ما هستن. جناب پرنیا متشکرم از حضورتون در برنامه. در طول یک سال گذشته ما شاهد اوج تقابل وزارت ارشاد و هنرمندان بودیم. حالا استخدام این 400 فرد حزب اللهی جدید فکر می‌کنید چه تأثیری خواهد گذاشت بر فیلترینگ بیشتر بر هنرمندان و بر اعمال فشار بیشتر بر جامعه هنری ایران؟ با درود به شما و بینندگان عزیز، من باید خاطر نشان کنم که این تصحیح حساب‌ها و این پاکسازی‌ها برگشته به دوران ابتدای انقلاب. در ابتدای انقلاب ما مواجه بودیم با پاکسازی تمام ادارات، آموزش پرورش، دانشگاه، و امروز هم دولت رئیسی تقریبا میخواد خودش رو برگردونه به دوران اول انقلاب و متاسفانه فاقد این فکر هست که امروز دیگه ابتدای انقلاب نیست و این پاکسازی ها نوعی تصفیه حساب عقده‌ای به نظر من هست. در باب 400 نیروی حزب اللهی یا 400 طلبه، من اینگونه به شما عرض کنم، طلبه هایی که آماده هستند که فرهنگ بازمانده از درون تاریخی که هرگز جواب نداده و با دنیای امروز هیچ گونه سنخیتی نداره، این رو تحمیل کنه به جامعه و فرهنگ موسیقی و هنری کشور. خب ما اینجا مواجه هستیم با یک تصفیه حساب کلی، یعنی اینا حتی اعتماد به نیروهایی که در 40 سال گذشته با فرهنگ انقلابی خودشون تربیت کردن، با جبر و تحمیل انقلابی خودشون کارمندان ارشاد رو استخدام کردن، با اونا کار کردن، از اینها هم متاسفانه نمیتونن به عنوان یک نیروی مطمئن استفاده کنن. لاجرم این 400 نیروی حزب اللهی که فاقد هر گونه اندیشه و معیار فرهنگ و هنر هستند، میخوان به بدنه وزارت ارشاد چسبیده بشن. یعنی یه چیزی چسبانی که نچسب. و من یه نکته هم به شما عرض کنم، ما باید فرق قائل بشیم بین وزارتی که کارش فرهنگ و هنر هست و وزارتی که کارش فرهنگ و اشاعه اسلامی هست. این رو هم هنرمندان باید تاکید کنن و در مد نظر داشته باشن که با چه فرهنگ و با چه دستوراتی مواجه هستن که خودشون رو مبرا کنن که اگر در خدمت فرهنگ و هنر هستن راه مشخصه و اگه در خدمت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن اونجا هم راه مشخصه. جناب پرنیا، بعد از 44 سال حالا صحبت از آغاز تدوین در واقع سند موسیقی جمهوری اسلامی بر اساس ارزش‌های حکومت هست. به عنوان یک آهنگساز این اظهارات رو چطور ارزیابی می‌کنین؟ ببینید الان ما میتونیم 44 سال رو کاملا به نقد بچینیم، به این شیوه که حکومت اسلامی هر چیزی رو که ملی خوند از بین برد، یعنی از خودروی ملی که اون فرایند تاریخی رو ما باش طی کردیم، به اینجا رسیدیم، به بنبست رسیدیم، تیم ملی، نمیدونم حالا سند ملی، موسیقی ملی، متاسفانه این ملی گرایانه‌ای که به هیچ گونه سنخیتی با ملی بودن فرهنگ ایرانی نداره همیشه محکوم به شکست بوده. این بار هم محکوم به شکست خواهد بود، به خاطر اینکه هنر موسیقی یک هنر بیمرزی است، هنر مرز نداره و هنر در قد و قواره دستور، قد و قواره تحکم، قد و قواره فرمایش و سفارش نمی گنجه. هنر یک مقوله کاملا آزاد هست و اگر شما بخواید هنر رو دست پاشو ببندید و در حصار کنید، جز کلیشه و جز تکرار از درون مایه مفهومی به نام مفهوم هنر بیرون نخواهد اومد. چقدر احتمال میدید این اعمال فشارهای سازمان یافته و سیستماتیک در نهایت منجر به ایجاد تفرقه بین جامعه هنری ایران و مردم بشه، در برخلاف جریانی که در طول یک سال گذشته ایجاد شده و تحکیم شده به نوعی؟ ببینید من استناد میکنم به حرفی که وزیر ارشاد اسلامی زده، تهدید کرده، یعنی حرف نبوده، یک تهدیدی بوده که ما هنرمندانی که در همین خیزش انقلابی اینا پرچمدار مبارزه با جمهوری اسلامی بودن، که یک توهین هست در مرحله اول و در مرحله دوم یک تهدید هست برای هنرمند. این است که ما باید فرق قائل بشیم بین هنرمندان و عملای هنر. اونهایی که به شغل هنری مشغول هستن اینا عملای هنر هستن.
هنرمند متفکر هنر هست. چیزی که این داره لحاظ میشه به نظر من سلاخی کردن هنر هست در این دستورات و این تهدیدها. میخوان که چیکار کنن؟ برخورد کنن. خب برخورد کردن یعنی این که باید مجوزهای اجرای اونا رو باطل کنن، میخوان که مجوز کار به اونا ندن. خب کردن. ما سالهاست که درگیر همین فرهنگ ها و درگیر همین دستورات غلط سازمان یافته هستیم. خب این هم یه چیزیست که من آینده‌ای براش نمیبینم، به خاطر اینکه مبارزه با هنر انگار مبارزه با آفتابه. حالا اگر کسی میتونه با آفتاب مبارزه کنه خب ادامه بده، این محکوم به شکست است و این تهدیدها راه به جایی نخواهد برد. چرا؟ چون هنر، اصلا هنر جنسش جسارته. هنر یعنی اعتراض. اگر شما هنرمندی رو محکوم کنید که چرا اعتراض میکنه، اولین چیزی رو که از هنر گرفتید ماهیت مفهوم هنر هست. خب به ما میگن آزادی بیان هست، میگن دیگه تو رسانگ ما آزادی بیان داریم. متشکرم جناب حسین پرنیا از حضورتون در برنامه. حسین پرنیا آهنگساز.